با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. گفتار امروز ما اختصاص داره به بحث در مورد اهمیت مبارزه برای سکولاریسم و بر علیه تئوکراسی، یعنی اون اندیشه‌ای که معتقد به تلفیق دین و حکومت هست و خواهان برقراری حکومت دینی. در دو ساله اخیر ما شاهد بروز جنبش ها و انقلابات متعددی در خاورمیانه و شمال افریقا بودیم. متاسفانه به دلیل ضعف نیروی چپ و همچنین نیروهای مترقی سکولار، پرچم این مبارزات یا این انقلابات به دست نیروهای افتاده که معتقد به اسلام سیاسی هستند، یعنی معتقد به اون بینشی که معتقده که باید یا ضربتی یا به تدریج حکومت‌های موجود رو پس از سرنگون کردن به اصطلاح با دین اسلام تلفیق کرد و شریعت رو بر قوانین کشور حاکم نمود. این جدال بین دو نیروی سکولار و نیروی تئوکرات در سراسر این منطقه حساس، استراتژیک و بحرانی ادامه داره. خود مردم ایران 34 سال پیش شاهد چنین تجربه‌ای بودند که چگونه انقلاب عظیم مردمی اونها علیه دیکتاتوری سلطنتی وابسته به امپریالیسم، سرکردگی امریکا توسط نیروی که به اصطلاح از امکانات طبیعی گسترده‌ای در جامعه برخوردار بود و اتکاهش هم بر اعتقادات و خرافات مذهبی بود، قدرت رو به دست می‌گیرند و بعد خیلی زود با حاکم کردن اصل ولایت فقیه و به رفراندوم گذاشتن یک قانون اساسی کاملا ارتجاعی مبتنی بر قوانین اسلامی، عملا جامعه ایران رو از آزادی ها سکولار و عرفی محروم میکنن و حاکمیت استبدادی دیگری رو که به مراتب از حاکمیت استبدادی رژیم پیشین ارتجاعی تر و خشنتر بود رو حاکم میکنن. خوشبختانه در طول این سه دهه اکثریت خرد کننده از مردم ایران به این باور رسیدند که تلفیق دین و دولت اساساً جز پایه‌گذاری یک نظام استبدادی توتالیتر معنای دیگری نخواهد داشت. به همین خاطر در سراسر خاورمیانه و حتی میشه گفت در سراسر جهان موسوم به جهان اسلام، بزرگترین، قویترین و وسیع‌ترین جنبش سکولار دموکراتیک رو در کشور خودمون شاهد هستیم. این به این معنا نیست که اکثریت مردم با رویت جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه مثلا اتئیست شدن، یعنی نیروی یا کسانی که معتقد به هیچ دینی نیستن، یعنی کسایی که به خدا ناباور هستن و کلن افرادی که با هر نوع مذهب مرزبندی دارن. نه، اکثریت این مردم کماکان شاید اعتقادات مذهبی خودشون رو و از جمله در ایران اعتقادات اسلامی خودشون رو تا حدی حفظ کرده باشن، اما دقیقا با گوشت و پوست خودشون احساس کردن که امر حکومت باید از امر دین جدا باشه، دین باید امر خصوصی انسان ها شمارده بشه و دخالت در امر حکومت و همچنین آموزش عمومی به سلاچی نداشته باشه. بنابراین بی اون که اتئیست شده باشن، یعنی لا مذهب شده باشن، به قول آخوندهای حاکم کافر و مرتد شده باشن، سکولار شدن، یعنی نیرویی که ممکنه که افراد و نیرویی که معتقد به انواع اقسام ایدولوژی ها ادیان باشند یا نباشند، اما سخت به این باور دارن که قوانین حکومتی
باید از اراده مردم سرچشمه بگیره. نظامی که و قوانین کشور مبتنی بر آرای مردم باشه. کسایی که در حاکمیت قرار میگیرن و منتخب مردم باید باشن، به صفت یک شهروند ایرانی در سکان قدرت قرار میگیرن، نه به خاطر اینکه وابسته به دین یا ایدولوژی خاصی هستن. در نتیجه این تجربه‌ای که مردم ایران در سدهه گذشته داشتن و این جنبش و اعتقادات عظیم سکولاریستی که در ایران وجود داره، میتونه به مساوی یک تجربه گرانقدر به سایر کشورهایی که اکثریت مردمان اونها مسلمان هستن به اصطلاح انتقال داده بشه و این وظیفه بر دوش نیروهای چپ و مترقی سکولار ایرانی بس سنگینی میکنه. خوشبختانه انقلابیون سکولار و نیروهای چپ، لیبرال و مترقی سکولار در کشورهای عربی با رویت تجارب کشورهایی که شاهد حکومت‌های خشن مذهبی بودند، نظیر عربستان، نظیر حکومت طالبان در افغانستان و نظیر جمهوری اسلامی در ایران و فجایعی که کلن نیروهای مرتجه اسلامی دارن به وجود میارن حتی قبل از اینکه به قدرت برسن، مثل القاعده، مثل طالبان پاکستان و مثل به سلاچی الشباب در سومالی و غیره. به خوبی این نیروها دارن تلاش میکنن که از ملاخور شدن انقلابشون، انقلاب برحقشون علیه دیکتاتوری های استبدادی در خاورمیانه و شمال آفریقا جلوگیری کنن. به همین ترتیب ما شاهد مقاومت مردم تونس هستیم، بخشی از نیروها و مردم تونس هستیم که به سکولاریسم باور دارن و در مقابل تلاش به اصطلاح حزب النهضه که هرچند خودش رو در حال حاضر حالا تحت فشار مردم خودش رو معتقد به اسلام معتدل میدونه و هنوز از اون اقدامی که مثلا خمینی در اوایل انقلاب کرد که به طور ضربتی خواست به اصطلاح حاکمیت رو جمهوری اسلامی بکنه، جمهوری اسلامی نه یک کلمه نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، از این کار ابا داره، ولی همه اونجا دقیقاً گوش به زنگ هستن که هیچ اعتمادی به این حزب النهضه که اکثریت رو در انتخابات مجلس به دست آورده نیست، بنداری به مقاومت خودشون ادامه میدن. ما در عراق شاهد این مقاومت هستیم، به ویژه به اصطلاح نیروهای سکولار عرب، نیروهایی که سکولار به اصطلاح کرد، کلن جنبش کرد در عراق، در مقابل به اصطلاح اون احزاب شیعی که قدرت رو به دست گرفتن دارن این مقاومت رو به اصطلاح چیکار میکنن؟ انجام میدن. نیروهای سکولار در ترکیه دارن مقاومت میکنن و گوش به زنگ هستن مبادا حزب اسلامی عدالت و توسعه از اون اکثریت پارلمانی خودش و همچنین قدرتی که در کابینه و دولت به دست آورده استفاده بکنه برای اسلامیزه کردن مجدد به اصطلاح چی جامعه ترکیه، در واقع بازگشت به سنت اسلامی حکومت عثمانی ها. در مصر در هفته های اخیر ما شاهد یک مقاومت درخشان در ابعاد میلیونی بودیم.
درخشانی که نیروهای چپ و مترقی و لیبرال سکولار در برابر اخوان المسلمین دارن انجام میدن میتونه همچون جنبش سکولار ایران علیه حاکمیت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه سرمخشی باشه برای کلیه انقلابات و جنبش هایی که کران تا کران خاورمیانه و شمال افریقا رو فرا گرفته. در دو ساله اخیر ما شاهد انقلابات متعددی بودیم، متاسفانه در هیچ یک از کشورهایی که این انقلابات ما تونستن رژیم های دیکتاتوری را ساقط بکنن شاهد اون نبودیم که به اصطلاح دموکراسی واقعی سکولار جایگزین رژیم استبدادی پیشین باشه. نظام امپریالیستی هم در این ارتباط همچون گذشته ثابت کرده که هیچ مشکلی با اسلام سیاسی و حکومت دینی اسلامی و توحش و تهجر مذهبی نداره. اتفاقا اون زمانی که کشورهای بلوک شرق، کشورهای مدعی سوسیالیسم وجود داشتن، اسلام در خاورمیانه ابزار نیرومندی بود در دست کشورهای استعماری و کشورهای امپریالیستی که مردم این کشورها را تحت عنوان به اصطلاح اینکه کمونیست ها اگر به قدرت برسن دین و ناموس را از شما میگیرن و غیر و ذالک، تونسته بودن به اصطلاح چیکار بکنن، رژیم های وابسته به خودشون رو در اونجا سازمان بدن. به این خاطر میبینید که مثلا رژیم اسلامی عربستان در روز روشن در مقابل چشمان جهانیان وحشیانه ترین حکم ها رو از بریدن دست و پا گرفته تا گردن زدن در ملای عام رو اجرا میکنه، بی اون که به اصطلاح هیچ خدشه‌ای به پیوند استوارش با کشورهای مدعی دموکراسی در اروپا یا امریکای شمالی به وجود بیاد. با جمهوری اسلامی پاکستان که دقیقا منشأ خودش، تشکیل خودش رو، هویت خودش رو از اسلام گرفته بود برای اینکه جدا بشه از هند بعد از جنبش استقلال شبه قاره هند، که دقیقا با کمک خود استعمار انگلیس این هم صورت گرفت تا ناخوشایندی خودشون را از پیروزی جنبش استقلال طلبانی مردم در شبه قاره هند نشون بدن. اونجا هم میبینید که مثلا ضیاءالحق وقتی رسما بعد از کودتا پاکستان رو مساوی جمهوری اسلامی اعلام کرد و اساسا کسایی که علیه اسلام مثلا نقد میکردن یا تبلیغ انجام میدادن عملا با مجازات مرگ روبرو میشدن، حتی از اون دوره چی ضیاءالحق. با این همه به اصطلاح کماکان ما شاهد بودیم که به کمک همین آمریکا و همچنین رژیم وابسته به آمریکا در پاکستان، طالبان به اصطلاح تونستن چیه شکل بگیرن، القاعده در خود افغانستان با کمک پاکستان، آمریکا و عربستان به وجود اومد تا با رژیم به اصطلاح به قول خودشون با رژیم وابسته به شوروی مقابله کنه. و وقتی هم در ایران انقلاب رخ داد، دقیقا اون زمان که کارتر احساس کرد رژیم شاه رفتنیه و دیگر نجات اون امکان پذیر نیست، عملا برای اینکه نیروهای چپ و واقعا دموکرات به قدرت نرسن چیکار کرد؟ عملا تمام تلاش خودش رو کرد با فرستادن جنرال هایزر به ایران، مذاکراتی که با نمایندگان خمینی از جمله آیت الله بهشتی داشت، سعی کردن که چیکار کنن به اصطلاح این انتقال قدرت به نحوی صورت بگیره که هیچ خدشه‌ای به نظام سرمایه‌داری ایران وارد نشه. درسته که اسلام سیاسی و نیروهای اسلامی اندهاز ایدئولوژی ظاهری متفاوت هستن با کشورهای غربی و کشورهای امپریالیستی، ولی در یک چیز مشترکن و اون در حفظ مالکیت خصوصی، در حفظ نابرابری های طبقاتی و در حفظ چی نظام سرمایه‌داری. بنابراین کشورهای غربی چی اون دوره که استعمار کهن بود و چه اکنون که امپریالیسم هست هیچ مشکلی با اسلام سیاسی نداره. می‌دونید نه مشکلی با به قدرت رسیدن النهضه در تونس دارن، نه مشکلی با به قدرت رسیدن اسلامیون در لیبی دارن، در یمن دارن، در به اصطلاح سوریه دارن. همین اخیراً
به کمک امریکا و با وسادت قطر که عملا به یک دیپلمات اجیر شده امریکا برای پیشبرد مقاصد اون تبدیل شده در کل منطقه خاورمیانه، میبینید یک اپوزیسیون متحد رو شکل میدن، عملا یه آخوند سنی رو در رأس این اپوزیسیون و در رأس این شورای ملی متحد سوریه به اصطلاح چیکار میکنن قرار میدن و به دنبال اون میلیون ها دلار به حساب این اپوزیسیون چی میشه واریز میشه و الان یک فاجعه انسانی رو ما دقیقا در سوریه شاهد هستیم و معلوم نیست به اصطلاح اگر کشوری به نام سوریه باقی ممونه دقیقا معلوم نیست با این قدرتی که اسلامیون اونجا پیدا کردن حکومت اونجا به جامعه اون کشور بعد از سرنگونی رژیم بشار اسد چه سرنوشتی پیدا میکنه. بنابراین اهمیت داره که ما مردم ایران که تجربه یک انقلاب شکست خورده رو داریم و دقیقا با گوشت و پوست خودمون به جدایی کامل دین از دولت رسیدیم، اما با گوشت و پوست خودمون به سکولاریزم معتقد شدیم، این تجربه رو دقیقا با توده های مردم خاورمیانه و با مردم ساکن کشورهای مسلمان به اصطلاح چی در میان بذاریم، به اینها بگیم که این سرنوشتی را که این اسلام سیاسی و نیروهای بنیادگرای اسلامی برای شما رقم خواهند زد، جز توحش، جز عقب افتادگی، جز تشدید استبداد فردی و سیاسی و اجتماعی نتیجه دیگری نخواهد داشت. قرنها پیش ما شاهد بودیم که همین تهجر، همین توحش را کلیسا تحت عنوان به اصطلاح اعمال قوانین پاک مسیحی در اروپا حاکم میکرد و ما شاهد یک دوری توحش و یک دوری به شدت خفقانی و سرکوب تحت عنوان انگیزاسیون یا تفتیش عقاید بودیم. دانشمندان رو به صرف طرح فرضیه های علمی به دادگاه میکشوندن، بسیاری از اونها رو کشتن، هنرمندان رو قتل عام میکردن و اقداماتی از این دست. ولی جنبشی که در اروپا راه افتاد تحت عنوان رنسانس، عصر روشنگری، اولا به اون دوران انگیزاسیون به حاکمیت کلیسا بر سیستم قضایی کشور، بر سیستم به اصطلاح آموزشی کشور و پیوند اون با حکومت‌های سلطنتی فئودالی اون زمان به اصطلاح چیکار کرد؟ پایان داد. مردم ایران و مردم کشورهای اسلامی دقیقا باید نگاه بکنن به تجربه انگیزاسیون و تفتیش عقاید و حاکمیت بیچونه چرای واتیکان و کلیساها در اروپا و فجایعی که اونها در اون کشورها به وجود آوردن و چگونه به اصطلاح موجبات پیشرفت اجتماعی، سیاسی و فردی در اون قاره فراهم نشد تا اینکه کلیسا از حکومت جدا شد و امر مذهب به امر خصوصی انسانها تبدیل شد و مهمتر از همه به آزادی اندیشه و بیان به اصطلاح احترام گذاشته شد. ما باید برای آزادی بیقید شرط اندیشه، بیان و تشکل مبارزه بکنیم. ما باید با هر نوع حکومت ایدئولوژیک و دینی مقابله بکنیم. ما باید به توده‌های وسیع مردم در کشورهای اسلامی خاورمیانه بگیم که چرا هر انسانی عقایدش به اصطلاح باید بتونه آزادانه بیان بکنه و نباید وحشت داشته باشه از اینکه به یک دینی معتقد باشه یا حتی به هیچ دینی معتقد نباشه. همچنان که ادیان مختلف حق دارن عقاید خودشون رو بیان بکنن، چه در دفاع از دین خودشون و چه در ارتباط با نقد ادیان دیگر، بیدینان اتئیست ها هم این حق رو دارن که به اصطلاح در دفاع از عقاید خودشون مذهب رو نقد بکنن و در دفاع از این که این نظریه خودشون و این اعتقاد خودشون که این خدا نیست که انسان رو آفریده، این دین نیست که انسان رو آفریده، بلکه برعکس این انسان هست و بوده که خدا را آفریده و بنابراین ما باید به شیوه علمی
با امور طبیعی و اجتماعی و سیاسی برخورد بکنیم، این ما باید این آزادی بی قید شرط اندیشه و بیان رو به رسمیت بشناسیم و نیروهایی رو که معتقد به این آزادی بی قید شرط نیستن رو تحت فشار قرار بدیم، مادام که به این نرسیدن نمیتونیم و نباید اونها رو نیروی دموکرات خطاب کنیم. همچنان که عزیزان کانون نویسندگان ما از واژه آزادی بی حد و حصر برای بیان اندیشه و نشر کتاب و بیان عقاید خودشون استفاده میکنن، در عرصه سیاسی نیز دفاع از آزادی بی قید شرط اندیشه، بیان و تشکل یکی از اولیه‌ترین و پایه‌ترین مبانی هر جنبش دموکراتیکی هست که معتقد به دموکراسی، معتقد به سکولاریسم و معتقد به اصطلاحی آزادی هست. بنابراین تجربه ای رو، یا در واقع باید گفت جدالی رو که اکنون در کل خاورمیانه و شمال آفریقا به دنبال بهار عربی شاهدش هستیم، که البته مربوط به دو سالی اخیر نیست بلکه سالها قبل ما شاهد این جدال بودیم در این منطقه، یک جدال حیاتی. این جدال رو نباید به اصطلاح کم اهمیتش کرد. اون اشتباه تاریخی رو که نیروی چپ، دموکرات و سکولار در اوایل انقلاب ایران کرد، اون اشتباه دوباره نباید تکرار بشه. زمانی که کمتر از یک ماه پس از سرنگونی به اصطلاح بعد از انقلاب بهمن 57، زنان ده ها هزار نفر از زنان مبارز در تهران تظاهرات کردند بر علیه قانون حجاب اجباری خمینی و شعار دادند که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، و در برخورد با عقاید فرانش های حزب اللهی که میگفتند این بی حجاب ها یک مشت آدمای غربی و غربگرا هستند، شعار میدادند که آزادی جهانی، نه شرقی نه غربیه. متاسفانه اون روز اکثریت نیروهای سیاسی به بهانه اینکه اولویت‌های سیاسی دیگری وجود داره، اولویت‌های مهمتری وجود داره، اهمیت مبارزه برای سکولاریسم و برای برابری کامل حقوق زن و مرد رو در نیافتن و نشان به اون نشان که رژیم با به اصطلاح به اجرا درآوردن قانون حجاب اجباری قدم‌های بعدی خودش رو به اصطلاح بیشتر و بیشتر کرد، که به اصطلاح که همانا حاکمیت یک رژیم فاشیستی مذهبی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه بود. خوشبختانه دیری نپایید که اکثریت مردم ایران متوجه شدند که تلفیق به اصطلاح دین با دولت چه فجایعی رو میتونه به بار بیاره و استبداد خشنتری از استبداد به اصطلاح رژیم شاهی رو حاکم بر سرنوشت ما بکنه. ما باید این تجربه که به قیمت خون ده ها هزار انسان که توسط رژیم سفاک جمهوری اسلامی کشته شدن به دست اومده رو، باید با دوستان و با کارگران، زحمتکشان، جوانان و زنان کشورهای خاورمیانه در میان بذاریم. درود بر مردم مبارز، بر جوانان، زنان، نیروهای چپ و سکولار مصر که خیلی زود متوجه خطر اخوان المسلمین شدن و مقاومت درخشانی رو در مقابل این نیروی ارتجاعی سازمان دادن و کماکان به مقاومت خودشون برای جلوگیری از ملاخر شدن انقلابشون ادامه میدن. این یک جدال سرنوشت ساز، تاریخی و دارای اهمیتی استراتژیکه. اینو باید جدی گرفت و با تمام قوا به تقویتش کوشید.
Yeah.